سلام، من مریم عرفان هستم. به تماشا خوش اومدید. در برنامه این هفته عصر وحشت 11 سپتامبر و پیامدهای آن در آینه هنر معاصر، بررسی پرونده قتلی در ورزشگاه در فیلم هجوم ساخته شهرام مکری، بنیادگرای ناراضی رمان موفق محسن حمید بر صحنه تئاتر. 17 سال بعد از حمله 11 سپتامبر هنوز پس لرزه‌های اون بر تن شهروندان ایالات متحده و مردم سراسر جهان باقی مونده. واقعی که پیامدهای اون چه بسا فراگیرتر و خشنتر از خود فاجعه بود. چند وقت پیش موزه جنگ بریتانیا نمایشگاهی برگزار کرد با عنوان عصر وحشت که از نگاه هنرمندان به این فاجعه و پیامدهای اون می‌پرداخت. این هفته در آستانه 11 سپتامبر ما نگاهی انداختیم به برخی از آثار این مجموعه. صبح آفتابی 11 سپتامبر 2001 لحظه پایان دنیا نبود، اما عصر تاریکی رو در رابطه قدرت بین دولت و مردم به وجود آورد که پیامدهای اون دامنه بسیار فراتر از مرزهای آمریکا رو فرا گرفت. دورانی که در اون مفهومی به اسم امنیت ملی خواسته یا ناخواسته به اهرمی در دست دولت‌ها تبدیل شد که از قضا باز هم خود مردم باید بهاش رو می‌دادند. بنابراین دور از انتظار نیست که بخش قابل توجهی از هنر سیاسی امروز بازتابی از درگیری با پیامدهای این حادثه باشه. هزاره‌ای که با ایده مبارزه با وحشت و ترور شروع شد، امروز به باور خیلی ها عصر وحشت خونده میشه. 11 سپتامبر فاجعه ای بود که دنیا تصویر اون رو به طور زنده دنبال کرد. به هیچ حادثه‌ای در طول تاریخ معاصر تا این اندازه پوشش خبری داده نشده. هانس پیتر فلدمن یکی از هنرمندهای بود که در همون لحظه‌های اولیه واکنش‌های جهانی این رخداد رو جمع‌آوری کرد. وقتی که وارد نمایشگاه میشین، یکی از اولین کارهایی که میبینین اثری از هنرمند آلمانی هانس پیتر فلدمن. او همون روز با دوستاش توی نقاط مختلف جهان تماس گرفت و ازشون خواست تا روزنامه‌های صبح فردای 11 سپتامبر رو براش بفرستن. او این آرشیو رو از صفحه‌های اول 151 روزنامه در 12 سپتامبر جمع‌آوری کرد که در واقع سندهایی‌اند از اینکه جهان چطور از طریق رسانه‌ها به واقعه روز قبل واکنش نشون داد. توی این مجموعه عکس‌های مختلفی از حمله به برج‌های دوقلو و تیترهای روزنامه‌های کشورهای مختلف رو می‌بینید. بنابراین این مجموعه به نوعی شما رو به اون لحظه برمیگردونه. اینکه اون روز کجا بودین و چیکار می‌کردین. اما سال‌ها بعد از روز واقعه هنوز بر سر بخشی از تصویرهایی که از 11 سپتامبر توسط رسانه‌ها ثبت شدن کشمکش‌هایی وجود داره. کاری از یه هنرمند لیتوانیایی به اسم ایندره شرپتیته با وجودی که در نگاه اول خیلی یادآور نقاشی‌های انتزاعی مدرنیستیه، اما برخلاف انتظار تصویری بیش از حد واقع‌گرایانه رو ترسیم می‌کنه که از یکی از همین درگیری‌های پس از 11 سپتامبر نشأت گرفته. ایندره شرپتیته یه مجموعه نقاشی به اسم 150 مایل در ساعت داره که یادی از کسانی که از طبقه‌های بالای برج‌ها سقوط کردند. توی یه تحقیق متوجه شد که چند گروه مذهبی در اینترنت ادعا می‌کنن که باید از کسانی که خودشون رو از بالای برج‌ها پرت کردن با کسانی که ناخواسته پرت شدن به نوع متفاوتی یاد کرد. احتمالاً به این دلیل که این گروه‌های مذهبی کار اونا رو به نوعی خودکشی محسوب می‌کنن. نتایج این تحقیق خیلی شرپتیته رو شوکه کرد. او در نقاشی‌هاش با حذف کردن خود آدم‌ها از عکسایی که از 11 سپتامبر گرفته شد، فقط تصویری رو باقی گذاشت که این افراد در لحظه سقوط شاهدش بودن. سقوطی که سرعتی معادل 240 کیلومتر در ساعت داشت. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.
اثری از آلفردو جار به اسم اول مه 2011 درباره روزیه که اسامه بن لادن به دست نیروهای ویژه آمریکا کشته شد. توی این کار روی یکی از صفحه‌های نمایش تصویری رو می‌بینین که در اون زمان توسط دولت آمریکا منتشر و در رسانه‌ها پخش شد. این عکس قبل از انتشار دستکاری شده بود. مثلا روی جایی که صورت هیلاری کلینتون قرار داره تاکید نوری بیشتری شده. به همین دلیل وقتی که عکس رو می‌بینین چشمتون ناخودآگاه به اون سمت حرکت می‌کنه. همینطور می‌بینیم که از خود این عملیات و تلفات اون هیچ تصویری وجود نداره. بنابراین جار این عکس رو کنار یک صفحه نمایش سفید قرار داده تا روی بخش پنهان این ماجرا تاکید کنه. به اینکه چطور رسانه‌ها فکرها و احساسات ما رو درباره اتفاقات سیاسی کنترل می‌کنن و از مخاطب می‌خواد تا اون صفحه سفید رو با برداشت خودش پر کنه. از پیامدهای دیگه 11 سپتامبر گسترش چشمگیر حضور دوربین‌های نظارتی بود. آشکارسازی‌های ویکی‌لیکس نشون دادن که آمریکا و کشورهای دیگه به طور گسترده‌ای به بهانه امنیت ملی شهروندهای جهان رو نظارت و کنترل کردند. دوربین‌های مداربسته یکی از آشکارترین نشانه‌های این سیاست‌های پنهانن و احتمالاً به همین دلیل تبدیل به نمادی برای عصر پس از 11 سپتامبر شدند. بخشی از نمایشگاه به گسترش بیش از حد سیستم‌های نظارتی و همینطور امنیت فرودگاه‌ها بعد از 11 سپتامبر می‌پردازد. برای مثال اینجا اثری از آی وی وی به اسم دوربین مداربسته مرمری رو می‌بینین که حضور همیشگی این نگاه از بالا رو بازتاب می‌ده. اینکه چقدر بعد از 11 سپتامبر سیستم‌های نظارتی گسترش پیدا کردن و همه ما همیشه در حال نظارت شدنیم. به نظر میاد که هنرمندا توی سالهای اخیر خیلی مجذوب پهپادها شدن. اونا در واقع به پهپادها هم به عنوان ابزاری برای خلق کارهاشون نگاه میکنن و هم به عنوان یه سلاح مرگبار جنگی. توی نمایشگاه فیلمی از عمر فست رو نمایش میدیم که روایت یه خلبان یا اپراتور پهپاد رو بازگو میکنه. خلبانی که در لاس وگاس زندگی میکنه و کارش رو به خاطر PTSD یا اختلال روانی پس از اتفاق ناگوار ترک کرده. عمر فست در جایی از این ویدیو با اشاره به پنهان بودن پهپادها به دلیل فاصله زیادی که از ما دارن به توانایی های این نگاه از بالا به پایین تاکید میکنه. نگاهی که نه تنها توانایی نظارت کردن شهروندا رو داره بلکه میتونه سوژه خودش رو در هر لحظه ای نابود هم بکنه. I can tell you what type of clothes the person's wearing, like they have a beard, their hair color, and everything else. So there are very clear cameras on board. We have the IR infrared, which we can switch to automatically, and that'll pick up any heat signatures or cold signatures. I mean, if someone sits down, let's say, on a cold surface for a while and then gets up, you'll still see the heat from that person for a long time. It kind of looks like a white blossom. Just shining up in the heaven. It's quite beautiful. یازده سپتامبر آغاز تلخی برای هزاره‌ای بود که توی اون ایده جهانی شدن نوید آینده‌ای مرفه و امن رو میداد. اما ویرانی که از آسمون نیویورک نشأت گرفت خیلی زود به نیمه دیگه جهان تحمیل شد. بخش آخر نمایشگاه به وطن و خونه می‌پردازه و اینکه چطور خونه‌ها و سرزمین‌ها تحت تاثیر پیامدهای جنگ‌های قرار گرفتن که به نوعی از حادثه 11 سپتامبر ریشه می‌گیرن. برای مثال کار جولی مریتو به اسم دمشق به درگیری‌های سوریه می‌پردازه. لایه زیری کار سازه‌ها و معماری شهری رو در پرسپکتیو‌های مختلف ترسیم کرده و بعد روی اونها ضرب قلم‌های خاص مریتو آشوب جنگ رو بازتاب می‌دن. او در واقع توجه ما رو به خرابی‌هایی که از جنگ بر شهرها باقی موندن جلب می‌کنه و اینکه چطور این جنگ‌ها باعث بی‌خانمان شدن مردم این کشورها شده.
توجه هنرمندهای مثل مری تو به ویرانی‌ها و جنگ‌هایی که از پس حمله تروریستی به ایالات متحده بار اومدن، این سوال رو به وجود میاره که آیا امنیت یک امر صرفاً ملیه که تنها از دروازه‌های فرودگاه‌ها و مرزهای کشورها تامین میشه، یا اینکه میشه نگاهی جهانی‌تر و انسانی‌تر برای اون متصور شد که در اون مردم قربانی‌های همیشگی نباشن. هجوم عنوان فیلم جدید شهرام مکریه که در ماه‌های اخیر در جشنواره‌های برلین، استانبول و کارلو ویواری به نمایش در آمده. هجوم فیلمی درباره قتلی که در یک ورزشگاه اتفاق افتاده. چند مأمور پلیس در حال بررسی پرونده هستند و به دنبال سرنخ‌هایی به این ورزشگاه وارد میشن. ماجرا مفصل و پیچیده است و خود مکری درباره هجوم میگه این فیلمی درباره سینما و روش‌های بیانی اون. محمد عبدی با شهرام مکری درباره فیلم اخیرش گفتگو کرده. شاید بتونم داستان هجوم رو داستان یک بازسازی صحنه قتل بدونم. پلیس کسی رو که مشکوکه به انجام دادن قتلی به یک ورزشگاه آورده و قراره که اونجا صحنه قتلی که قبلا اتفاق افتاده بازسازی بشه. در جریان این بازسازی به تدریج مرز بین زمان حال و زمان گذشته با هم قاطی میشه و ما واقعیت رو گم میکنیم و نمیدونیم کدوم اتفاقی که داریم میبینیم اتفاق درست و حقیقیه. امین! چی میگی؟ بازش کن. نمیفهمم. یه دقیقه. یه دقیقه اینجا باش. چی میگی؟ نمیفهمم. یعنی بازش کن، اینجوری خوب نیست. مطمئنی؟ آره بابا، کجا فرار کنی؟ بازش کن. این چی میگه؟ چی همون حرفای همیشه دید؟ بیا. با خودش حال میکنه که گزارش داده. این مسیر رو شکر کردم. یه وقتی که سامان داشتم از اون بوده از اون بار میگه. لازم میذاشتن با ماشین تا توی محبت هم بیاد. این روزم که این پسر رو دیده داشته چمدونه از همونجا میکشیده. چرا این حالا بهش میدادن؟ امپراتور بوده، هر غلطی میخواسته میکرده. تو چمدون چی بوده؟ جنازه سامان، درسته؟ سعیم بر این بود که توی هجوم واقعیت صرفاً محدود به واقعیت در زمان و مکان نباشه، بلکه به واقعیت در مورد هویت، به واقعیت در مورد انتخاب هویت هم بپردازه. توی فیلم دائم کاراکترهایی هستن که اونا هم در پرسپکتیوهای متفاوت دارن نقشهای متفاوتی رو به لحاظ ایده های روایی دارن بازی میکنن. این هم بازی که از اون چیزایی بود که منو وسوسه میکرد برای ساختن فیلم هجوم. داره نزدیک میشه، هوا گرم میشه. کجاش دانیال؟ جریان هوا رو احساس میکنه، وسط کتفم رفت میکنه. دنیا اصلا دنیاش فرم کرد با اینا. مثل هر بار که سامان نزدیک میشه بهش بزنه رفتارش عوض شده. رفتارش این چیش نگاش عوض شده. از تکرار اون روز مضطرب. نه یعنی مثلا صبح به جای پنیر کره میخوره. چیزی هم میگه از این دختری که انگار خود سامان. سلام بچا بیا اینو بابا میگه بیا بچا بیا سلام سامان چی میدادی؟ من نمیدم اونا میدن. بندی کفشت بازه؟ آره، مامانم مریض شده. من این مامانت بندی کفشت نبنده؟ یه جورایی. خب میخوایی چی کارش کنی؟ تو میبندی برام؟ مامانتو گفته چی کارش بکنم؟ الان دیگه همه مریضن، اونم افتاده تو تخت. عاشقمه ولی بند کفشمو نمیبست. همه پدر مادر عاشق بچه هاشون. برای کار کردن روی فیلمی که توی یه پلان واحد داره اتفاق میفته، شاید بزرگترین چالشی که آدم باهاش مواجهه همین چالش زمانه. چون که اولین پیشنهادی که پلان واحد برای ساخت یه فیلم مثلا 90 دقیقه بهت میده اینه که زمان روایی فیلمت با زمان حقیقی یکی باشه، اینا بر همدیگه منطبق باشن. تو موقعی که قصه ای رو در تعریف کنی که واقعا در 90 دقیقه اتفاق بیفته و همون قصه 90 دقیقه‌ای بر زمان 90 دقیقه فیلمت که داری میگیری منطبق باشه. فکر کردم که در قدم اول باید از این تعریف
معمولتر فاصله بگیرم. آیا من میتونم قصه ای رو در 90 دقیقه تعریف کنم که در واقع در 90 دقیقه اتفاق نیفتاده، اما شکل و فرم گرفتنش شکل و فرم 90 دقیقه ایه؟ شما ها از چی میترسین؟ من نگران تو هم. نگران خودم. نگیدی دانیال چی شده؟ آها. پس برم. اوکی. میرم، همه با هم یه لشکرکش شدیم، برمیگردم پیشتون. من اینو نگفتم سامان. دانیال احمق بود، ولی این بچه ها دوست دارن کمکت کنم، میخوام. یه فیلم هجوم از این ایده فراتر رفته، یعنی داستان نه تنها توی لوپ های تکرار شونده مثلا 30 دقیقه‌ای داره تکرار میشه، بلکه در زمان حال و روزی در گذشته، روزی که داره بازسازی میشم اضافه شده بهش و داره تکرار میشه. در نتیجه مفهوم زمان یه دفعه پررنگ میشه، مفهوم زمان همه چیه فیلم میشه. برام فیلم های پلان سکانس چیزی به جز معنای زمانیش نیست، و الا خیلی ممکنه که ساده به نظر برسه اگر فیلمی در 2 ساعت واقعی اتفاق افتاده داستانش و ما همون 2 ساعت رو جلوی دوربین ببریم. بیشتر اون به نظرم تبدیل میشه به یه جور مهارت تکنیکی. برام فیلم ماهی و گربه و هجوم فراتر از فقط یک مهارت تکنیکی هستن، به خاطر اینکه دارن با معنایی در دل خود ایده گرفتن فیلم در یک پلان بازی میکنن و اون بازی با زمانه. خواستی اینو بدی به سامان بشنوه، ولی خب جای اون دادیش به من. 1000 بار گوش دادمش، هر بار باحال تره. منم هیچ وقت بهش ندادم، شک دارم هیچ وقت به خود سامان گفته باشه. شون از انتشار رمان بنیادگرای ناراضی نوشته محسن حمید بیش از 10 سال نمیگذره، اما در همین مدت هم رمان تبدیل به اثری کلاسیک درباره هویت و مهاجرت در سراسر جهان شده. در این سالها رمان پرفروش بوده، جوایز ادبی متعدد گرفته و اخیراً هم به فارسی ترجمه و منتشر شده. یه فیلم سینمایی هم از روش ساختن. 2 سال پیش تئاتر ملی جوانان بریتانیا اقتباسی از اون رو به روی صحنه برد که در این سالها در شهرهای مختلف اجرا شده. مقصود صالحی برای برنامه تماشا به دیدن این کار رفته. As expected, you were shocked. But believe me, I am not pathological. I have empathy and of course I feel the pain of others. And I was not the only one to think this way. Many, many people that morning felt that you had it coming. Look, of course I felt sadness for all those burning bodies. But to strike her at her most audacious and bring America crumbling to her knees, just like those towers, folding in on themselves, shattering into dust. The symbolism was outstanding. The decision. نمایش بنیادگرای ناراضی کاری از تئاتر ملی جوانان و نمایشنامه‌اش از رمانی به همین نام اقتباس شده. علت انتخاب این رمان به عنوان موضوع نمایش این بود که داستان در بطنش به موقعیت جوانان نظر داره و به هویتشون در جهانی میپردازه که مفهوم سرزمین و خانه و مکان مرتب به واسطه حوادث جهان قابل تغییره. این موضوعیه که به خصوص در 10 سال اخیر زندگی ما رو به عنوان انسان جهانی تحت تاثیر قرار داده. بازیگران تئاتر ملی جوانان همسن و سال قهرمانان رمان بنیادگرای ناراضی هستند و درگیر دغدغه‌ها و موقعیت‌های مشابهند. برای مؤسسه‌ای که هدفش فرصت دادن به بازیگران جوانه، رمان ماده اولیه مناسبی فراهم کرده. چنگیز قهرمان رمان که 11 سپتامبر بر سر راه بلوغش قرار گرفته، درگیر 2 حس متضاده. از طرفی او هنوز نوجوانی از لاهور که به زانو در آمدن آمریکای مغرور و ثروتمند دلش رو خنک میکنه، و از طرف دیگه جوانی که خودش متقاضی ورود به رویای آمریکاییه، ولی یه شبه از یه ارزیاب شرکت‌های چند ملیتی به مزنونی خطرناک برای آمریکایی‌ها تبدیل شده. اولین نسخه رمان ماجرای جوان پاکستانی با استعدادی بود که بعد از تحصیلات دانشگاهیش میرفت و در شرکتی در نیویورک مشغول به کار میشد. بعد میفهمی که اونجا جاش نیست، ریش میذاشت و برمیگشت پاکستان. این نسخه رو در ژوئیه 2001 تکمیل کردم. 11 سپتامبر که اتفاق افتاد، آرامش داستان منو به هم زد.
داستانی که راجب بلوغ بود و جوان ایدالیستی رو تصویر میکرد که در ابتدای زندگی بزرگسالیش ناگهان با اقتصاد جهان مواجه میشه. بعد از 11 سپتامبر کتاب به نظر ناقص میومد و چون اتفاق فراگیری بود و احتمالاً قرار بود به هر حال در تخیل خواننده حاضر باشه، این بود که حادثه 11 سپتامبر رو در رمان وارد کردم. You want me to take off my clothes? That's right, Mr. Mass. All of that? And when you're undressed, open your legs. در رمان چنگیز، قهرمان و راوی داستان در کافه‌ای در لاهور نشسته و داستان زندگیش رو برای مردی آمریکایی تعریف می‌کنه. این شنونده در طول روایت چنگیز خاموشه و ما مدام درباره هویت او و رابطش با چنگیز حدس‌هایی می‌زنیم. شاید شنونده مأمور اطلاعاتی و برای دستگیری چنگیز اومده. شاید هم چنگیز او رو مجبور به شنیدن کرده یا مثلا به گروگان گرفته. تنش در رابطه راوی شرقی و مخاطب غربیش تا انتهای رمان ادامه داره و نویسنده هیچ وقت ماهیت رابطه اونها رو برای ما مشخص نمی‌کنه. باورهای ذهنی خواننده‌ای که بعد از 11 سپتامبر کتاب رو می‌خونه در تعبیر این رابطه خودش رو نشون میده. در نمایش تماشاگر تا حدی نقش همین شنونده رو داره، اما ابهامی در رابطه تماشاگر و قهرمان‌های روی صحنه نیست. در نتیجه بازی رمان با پیش‌زمینه‌های ذهنی خواننده در نمایش شکل نمی‌گیره. در عوض نمایش صحنه‌های کوتاه و جذابی ساخته برای روایت نسبتاً وفادارانه و کامل متن کتاب. چیزی که در کتاب جالبه اینه که انتظار ما از جایگاه شنونده و گوینده رو به هم ریخته. در داستان شنونده است که به دلیل تفاوت‌های ظاهری و غریب بودنش زیر ذره بینه. داستان در لاهور میگذره و شنونده یک مرد سفید آمریکاییه. برای من این تغییر جایگاه خیلی جالب بود. این امکان که تماشاگر یا مخاطب زیر نور قرار بگیره و حضورش سال برانگیز باشه. اوایل تماشاگران هر چهار طرف می نشستند و بعد به این چینش روبروی هم رسیدیم. وقتی تماشاگران روبروی هم می شینن، همدیگر رو می بینن و می دونن که دارن دیده می شن. اینجوری می تونن خودشون رو قضاوت کنن و می دونن که نمی تونن واکنش هاشون رو پنهان کنن. به نظر من این یکی از ویژگی های رمانه که در این اقتباس حفظ شده و به خوبی به زبان صحنه ترجمه شده. Welcome to Underwood Sampson. Take a look out of that window. Tell me what you see. Neil. The Statue of Liberty. Yeah. Sure. And opportunity. Money. A lot of money. Changes. Big things. Big buildings. Big dreams. And then people in cars like fruit flies and... ants. Mm. And that god, all the way down there on the sidewalk, how do we know the intrinsic worth or value of them? All of us, these enormous structures of steel, concrete, reflective glass, what's it all worth? The gross value of the fundamental parts. محسن حمید رشد بنیادگرایی در همزیستی با سرمایه‌داری رو بررسی میکنه. کسی که به چنگیز توصیه میکنه فاندامنتالیست یا بنیادگرا باشه، همکارش در کار قیمتگذاری اموال شرکت هاست. از چنگیز میخوان به جای اینکه نگران کسانی باشه که شغلشون رو در نتیجه کار او از دست میدن، اصولگرا یا بنیادگرا باشه و فقط به اصول بازار توجه کنه. سرمایه‌داریی که چنگیز در آمریکا تجربه میکنه، او رو به سمت تعریف هویتی واپسگرا برای خودش هل میده. ویژگی گروه تئاتر ملی جوانان در اینه که همه اعضاش جوان هستن و در پی کسب تجربه در تئاترن. اما تفاوت این گروه با دانشگاه هنرهای دراماتیک در اینه که اعضای جوان گروه از ابتدا خودشون رو در کارزار حرفه‌ای می‌سنجن و در فضای واقعی تئاتر رشد می‌کنن. تماشاگران ما تماشاگر عام هستن، یعنی افراد عادی هستن که پول میدن، بلیت می‌خرن که بیان و یه کار حرفه‌ای ببینن. ما نه فقط برای تجربه، که برای تماشاگر کار می‌کنیم. You know, they found evidence of wine in Persia almost 5,000 years before it showed up in France. That's not what they tell you about around these days. Without my Casablanca Chardonnay at midday, life wouldn't be worth living. Cold,
bountifully forgiving. Have you ever stopped to think what is it I couldn't live without? موفقیت نمایش بنیادگرای ناراضی برای داستان حمید مخاطبان جدیدتری پیدا کرده. خیلی از تماشاگران جوان نمایش 11 سپتامبر رو به یاد ندارن، اما در لندن، برادفورد و ادینبرو، شهرهای با جمعیت زیاد مهاجر، تلاش هر روزه برای تعریف هویت رو تجربه کردند. نمایش هم مثل کتاب پایان قاطعی نداره و تلاش میکنه جستجوی ناتمامی رو نشون بده. جستجویی در تاریخ‌ها و جغرافیاهای متعدد. I look at you, I see someone deep in the investigation of something. Your other great Sufi poet said, did he not? Know the true definition of yourself, and when you know your own definition, flee from it. رسیم به پایان برنامه. تماشا رو میتونید روی وبسایت BBC فارسی هم ببینید. اگه خواستین برنامه و گزارش قبلی ما رو ببینید، به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد، خداحافظ.